باش، مرد حق برنده چون شمشیر باش، خود جهان خیش را تقدیر باش. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون که شبکه امید جاودان رو اجازه دادید مهمان منازل شما خوبان باشه، ما امروز از صبح در خدمت شما هستیم. قبلا با برادرمون شاپور جان بودیم و امروز با برادر بهروز عزیزمون هستیم که خیلی هم مسلح هستی شما، میبینم آماده به گوشی هم هستی. ممنون، به هر حال باید در تماس باشی. منم سلام میکنم به همه عزیزان و به هیچ وجه امروز من احساس بدی ندارم، احساس خیلی خوبی دارم، چون ما در شروع یک جنگ و مبارزه هستیم که پیروزیش از ابتدا برای ما در واقع پیشگویی شده، پیشبینی شده و با ایمان اینا دریافت کردیم. البته خب جنگ آسیب‌هایی داره، صدماتی داره، خساراتی داره، هزینه‌هایی داره که خب باید پرداخت بشه و زمان هم خیلی مهمه. امروز 5 روزه که مردم دارن توی تظاهرات شرکت میکنن، به آسونی به دست نخواهد اومد. مسلم. یک مبارزه که میتونه طولانی باشه. ما تا همین امروز 48 روزه که در لبنان و شهرهای مختلف عراق مردم توی خیابونا هستن. درست. تا الان حدود 400 تا کشته دادن اونو. متاسفم. توی ایران هم خب تعدادی متاسفانه در اثر این ددمنشی این جانوران وحشی از بین رفتند، ولی اون چیزی که مهمه نتیجه است و نتیجه خوشایند. آمین 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 که ایمان داریم. با فیض خداوند فقط باید ایستاد به همدیگه پیام امید رو بدیم. عزیزان امروز دوشنبه برنامه مستقیم، برنامه زنده هستش. معمولا ما برنامه دوشنبه ها برنامه من ندارم، اما به خاطر این روزهای حساس برنامه ویژه گذاشتیم در رابطه با اعتراضاتی که ملت ما، درست که موضوع گرونی بنزین هست که 3 برابرش کردن، اما هدف ملت ما آزادی هستش. یعنی واقعا به جایگاه رسیدن که دیگه نظام اسلامی رو کاملا 100% میخوان از کشور عزیز ما شسته بشه و پاک بشه، و میبینیم که فریادها چی هستش، شعارهای تندی که بر علیه خامنه ای میگن، بر علیه روحانی میگن، بر علیه نظام اسلامی میگن و فریاد میزنن آزادی رو و فریاد میزنن شاهزاده رضا پهلوی رو. و متوجه اون توطئه ای که 40 سال پیش متاسفانه به توسط همین باور اسلامی، باور مذهبی انجام شد و توطئه جهانی باعث شد، اما میبینیم که محمد رضا شاه فقید با فروتنی، با محبتی که داشت، به جای اینکه مانند اسد در برابر این ملتش بایسته تو سوریه و اینقدر کشدار به وجود بیاره و خیلی از دیکتاتورها همچون خود خامنه ای، میبینیم که محمد رضا شاه از کشور میاد بیرون، اما هرگز یک جمله تا به امروز من از شخص محمد رضا شاه فقید نشنیدم که بگه من از مردم ایران ناراحتم. این خیلی مهمه، با اینکه اگر میگفت حق داشت، اما نمیگه ناراحت هستم. و میبینیم که همیشه تو صحبتاش آرزو این داشت که کشور عزیز ما ایران برسه به جایگاهی که بهترین سرزمین باشه در جهان، مطرح باشه، و امروز مردم پسر اونو صدا میزنن و این با خودش یک پوزش میاره، یک توبه میاره. و من مطمئن هستم که این صلحی که امروز بین ملت ما و خاندان پهلوی داره ایجاد میشه، همین صلح با خودش برکت آزادی رو خواهد آورد. چرا که این توهین بود، چرا که این ظلم بود به این خاندان. درسته این ظلم به خود مردم ایران برگشت، اما این ظلم بود. میگیم در زمان محمد رضا شاه فقید و همچنین پدر ایشون رضا شاه بزرگ، پس هیچ اشتباهی نبوده، یعنی بهشت بوده ایران. خیر، اون موقع هم اشتباهات بوده، اما اونقدر نبود که امروز هستش و اونقدر نبود که ما نتوانیم به اون مشکلات بپردازیم. و در برابر ما یه شخصی نبود که بگیم نه ایشون سخت ایستاده، هر چی خودش گفت باید بشه. اگه چنین چیزی بود، مسلم بدونید که به راحتی کشور ما و مردم ما رو رها نمی‌کرد، بیا ترک کنه و بیاد از ایران بیرون
و دیدیم که چقدر هم اذیت کردن این خانواده رو. پس عزیزان اگر در کنار این که ایستادیم، ما نمیخوایم جا ختمش بدیم، در کنار این که ایستادیم برای سرنگونی نظام اسلامی، همون گونه فریاد بزنید شخص شاهزاده رضا پهلوی رو، و با فیض خداوند ایران آزاد خواهد شد. و من تا به امروز شخصیت‌های اپوزیسیون بسیاری میشناسم که واقعا در بین اونها مردان و زنان بسیار خوب و با غیرتی هستن، اما شخصی مانند شاهزاده رضا پهلوی رو که متین و فروتن و آگاهانه و صبور و با محبت و با درک درست مثل یک پدر با تمام ایرانی ها داره صحبت میکنه نمیشناسم. از این رو هستش که صلاح میدونم که واقعا بعد از این سرنگونی به فیض خداوند با دانشی که خدا به ایشون داده و توانایی که داده بتونیم در کنار ایشون برای آبادانی سرزمین اون ایران نیز مفید باشیم، همچنین در کنار شهبانو فرح عزیز که دستاوردهای بسیاری ما از محبت‌های ایشون در طول تاریخ دوران پادشاهی محمد رضا شاه فقید ریز داشتیم، حتی بعدش هم محبت‌های ایشون بسیار بوده، اما محبت‌هایی است که پنهانه. مثلا با خود من سالها پیش نامه‌ای رو ایشون لطف کردن برای من، توی یک موقعیت خیلی سختی بودم نوشتن، حقیقتاً این نامه طوری نوشته شده بود که انگار یک مادر داره برای پسرش می‌نویسه و من هرگز فراموش نمی‌کنم. شاید ایشون اصلا الان به یادشون هم نیاد، چون از این نامه‌ها برای خیلی‌ها نوشتن، ولی نامه‌ای که پر از محبت، پر از عشق نوشته بودن و حتی در اون نامه نوشته بودن که من این نامه رو که دارم می‌نویسم، این رو بدون که دارم گریم می‌کنم، عشق می‌نویسم و من اینو پذیرفتم، قبول کردم. سالم باشن، سرزنده باشن و خوشی و محبت و آرامش خداوند پیوسته با این خاندان باشه. در خدمتتون هستیم. بله، حقیقتاً که اعمالی که خاندان پهلوی در این 40 سال گذشته نشون دادن به مردم اینه که سراسر محبت. بله. همونطور که خود شخص محمد رضا شاه نخواست خون و خونریزی بشه و مملکت رو واگذار کرد و رفت. و امروز هم شاید بهترین کاری که این آخوندها میتونن انجام بدن اینه که بذارند و برن، چون راهی جز این ندارن. الان خب درسته که اینترنت قطعه و فیلم و اخبار کمتر از ایران میاد بیرون، ولی خب ما تماسهای تلفنی داریم، میتونیم باز یه سری خبرهایی رو بگیریم که خبرهایی هست من الان میدم به اطلاع مردم. لطف. از طرف دیگه من شنیدم که در حاشیه خیابون‌ها و دیوارهای سفارت‌ها اگه احیاناً بخوان عکسی، چیزی، فیلمی از طریق اینترنت یا ایمیل برفرستن، اگه نزدیک سفارت‌ها باشن احتمالاً بتونن که از اینترنت اونجا استفاده بکنن. و من بله. شنیدم که چند تا از این در واقع سفارتخونه هام اینا اومدن اون پسورد رو برداشتن، حالت اینترنت فری هست در حاشیه سفارتخونه ها، حالا میتونن افراد اینا تجربه بکنن. تا همینجا ترس و وحشت بسیار زیادی افتاده به جون اینا، به طوری که امروز خبری که رسید آقای خامنه ای را ایشون نقل مکان دادن، از خیابون پاستور بردن به پشت سد لطیان در تأسیساتی که اونجا دارن، که خب احتمال اینو میدن این خشمی که الان در وجود مردمه و اینا به سمت خیابون پاستور برن و ایشون تهدید بشه. یه مورد دیگه که خیلی جالبه و اینم باز تو خبرها من دیدم اینه که قبلا اینا هماهنگی کرده بودن که چنانچه تظاهراتی شکل گرفت، نیروهایی که دارن در نقاط مختلف اینا رو به گروه‌های 400 نفری تقسیم کرده بودن. درست. که در یک محلی که در واقع به قول خودشون اختشاش یا تظاهراتی صورت میگیره، این گروه 400 نفری بریزن و اونجا رو جمع و جور بکنن، همه چی رو آروم بکنن، مردم رو برگردن به خونه هاشون. ولی خوشبختانه از اونجایی که این خیزش این دفعه خودجوش بوده و محل و زمان خاصی نداشته و در جاهای مختلف و زمانهای مختلف یه دفعه این شکل گرفته،
اینا مجبور شدن که اون نیروی 400 نفر رو تقسیم بکنن به 100 نفر. بله. 100 نفر 100 نفر اینا بیان برای اینکه در واقع سرکوب بکنن خیزش مردم ها، و چون دیدن که بازم جوابگو نیست تبدیلش کردن به گروه های کوچکتر 25 نفری. این نشون دهنده اینه که در ایران اگه در یک محله‌ای در واقع 200 نفر 300 نفر جمع بشن، اینا قدرت دفاع خودشون در حد 25 نفره. بله. و این یه جدول خوبی رو نشون میده که مردم میتونن در مقابل 25 نفر حتی با سنگ و چوب از خودشون دفاع بکنن. افراد سپاهی اومدن و به خاطر این که اینا این سری نمیتونن و نکردن تا الان از نیروهای بسیج استفاده نکردن، چون نیروهای بسیج نیروهای در واقع خود مردم بودن که قبلا به خاطر اون شوری که به انقلاب داشتن رفتن جزء بسیج. درست. ولی مردم عادی هم. بله. مردم عادی هم که اینا خب در بسیج هم اسم نوشتن و بودن، هنوز جرأت نکردن از نیروهای بسیج استفاده بکنن چون اعتماد نداره. درست. نیروهای بسیج یعنی همون مردم. دقیقا. همون شخصی که تو خیابونه همون هم نیروی بسیج. ولی اومدن و به خاطر اینکه مردم کمتر آسیب بزنن به نیروهای سرکوبگرشون، نیروهای پاسدار سرکوبگر رفتن لباس بسیج رو پوشیدن. و حتی نیروهای انتظامی داخل شهر مثل راهنمایی رانندگی اینا، نیروهای سپاه لباسای اونا رو هم پوشیدند. ولی چیزی که کاملا اینجا مشخصه این یک خیزشیه که مردم به واسطه سفره خالیشون اومدن توی خیابون. درست. انسان برای اینکه زندگیشو بتونه اداره بکنه یه سری نیازمندی ها داره. اولین نیازمندیش خوراکه. بله. وقتی خوراک نیست دیگه نمیتونن مردم در واقع بشینن تو خونه ببینن چی میشه. اومدن تو خیابون، اومدن حقش نمیگیرن. حالا آقای خامنه‌ای شما میگه اینا اشرارن، شواهد نشون میده که اینا 80 میلیون جمعیت امروز ناراضی هن. 80 میلیون جمعیت امروز به نوعی یا توی خیابونا هستن یا دارن حمایت میکنن از این تظاهرات. پس شما رهبر 80 میلیون اشرار هستی؟ این که اینطوری نیست. در واقع شرارت در وجود خود شماست. شرارت در وجود شماست و در وجود آقای حسن آقای کلیدساز. بله. آقای کلیدساز یا خب البته سنش هم اونقدر بالا هست که بگیم آلزایمر گرفته، یا آلزایمر داره یا معذرت میخوام خیلی راحت باید بگم، یا ایشون خیلی خره یا خودشو به خریت زده. در یکی دو ماه آینده ایشون بایستی که بودجه سال 1399 رو بده به مجلس. درست. کسیه بودجهی که ایشون در دو سه هفته پیش اومد اعلان کرد عددی حدود 450,000 میلیارد تومانه. درست. که اینو کسر بودجه داره برای سال 99. بعد ایشون توی اون سخنرانیش گفته که ما میتونیم 150,000 میلیارد تومان اینو از ناحیه مالیات ها تهیه بکنیم، ولی 300,000 میلیارد تومان دیگه ما احتیاج داریم. خب شاید الان اومدن بنزین دارن اضافه میکنن که اینا اون کسری بودجه رو جبران میکنه. ولی جالب اینجاست که با این کسری بودجه، با اینکه الان دنیا میدونه که جمهوری اسلامی کفگیرش خورده ته دیگ، اینا میخوان بیان دوباره یارانه بدن، یارانه اضافه بکنن. این یعنی چی؟ یعنی شما میان دوباره یه سری اسکناس چاپ میکنین و اسکناس چاپ کردن شما دوباره سطح تورم رو میبره بالا، چون اون ریشه اقتصادی که شما باید داشته باشین نداری. درست. همون گونه که آقای خمینی گفت اقتصاد مال خره. شما میومش خرین 40 ساله دارین این مملکت رو اداره میکنین، شرایط یک کشوری که ثروتمند بوده، یک کشوری که به کشورهای دیگه وام میداده، امروز یک کشوری شده که در امور روزمره خودش هم مونده. و متاسفانه شما هم هنوز به این نتیجه نرسیدین که اسلام کلا نمیتونه جوابگو باشه. شما آقای خامنه ای اومدی دو روز پیش میگی که من تخصصی در امور بنزین ندارم. خب راست هم میگی، ولی تو در چی تخصص داری؟ براو. تخصص تو در چیه؟ کلن
شما که خودت رهبر مسلمان ها میدونی، شما که تسلط داری بر قرآن، خود من که دوبار این قرآن رو خوندم هیچ چیز تخصصی توش نیست که من بتونم براه. یاد بگیرم براه. شما در قرآن یه دونه آیه راجب کشاورزی نمیتونی ارائه بدی، ولی میتونی بگی که زن کشزار شماست. بله، این کل تخصص شماست. تخصص شما در حیطه پایین تنه، آفتابه و مستراحه. دست از سر این مردم برداری. شماها بسیار ارج و قرب داشتین، احترام داشتین، همون موقع که با 5 تومن میرفتین منبر و روزه میخوندن. 5000 با 5000 امروز دیگه شما اونم ندارین. این که حکومت نشد که شما دارین با زور حکومت میکنین، این چه جور حکومتیه؟ الان کل منطقه خاورمیانه از یمن، عراق، ایران، لبنان، همه جا رو شما به لجن کشیدین. خجالت بکشین، از خانواده خودتون خجالت بکشین. آخه این که نشد که شما به این صورت بخوای رو مردم فشار بیاری برای اینکه حکومت بکنی، برای اینکه رهبر باشی. رهبر چی؟ رهبر اینکه بعد بیای بگی اینا اشرارن. کدوم اشرار؟ بله، یه پیامی رو الان بانو ویکتوریا آزاد برای من فرستادن از شاهزاده رضا پهلوی که برای شما این رو میخونم، که اعلام میکنه شاهزاده رضا پهلوی: رژیم در ایران اینترنت را قطع کرده تا اجازه ندهد ایرانیان داستان شهامتشان در برابر خشونت غیر قابل بیان دولت به اشتراک بگذارم. از وزارت خارجه آمریکا و کمیسیون اروپا میخواهم تا از مردم ایران حمایت کرده و اینترنت را در ایران دوباره برقرار و حفاظت کنند. برای این پیام شاهزاده بود که به توسط بانو ویکتوریا آزاد برای ما رسیده شد. سپاسگزار. خواهشمند هستم هموطنان عزیزی که خارج از کشور هستن، داخل کشورم همچنین، اگر براتون مقدور هست می توانید با شماره تلفنی که در برابرتون می بینید 818-699-1615 تماس بگیرید و هموطنان عزیز ما که اینک بیرون از کشور هستن برای حمایت میتونید تماس بگیرید و اعلام حمایت کنید با هموطنانمون که داخل کشور هستن و جان خودشون رو در کف دست گذاشتن برای آزادی ایران. این عمل رو انجام میدیم از اونجایی که نمیخوایم بی تفاوت باشیم نسبت به موقعیتی که در کشور عزیزمون ایران هستش. همچنین مطلبی که از ذهنم گذشت نسبت به آخوندها که میبینیم چقدر تندروی دارن میکنن در برابر این، به طور خاص آخوندهایی که دولتمن هستن، میدونیم که خیلی از آخوندها هستن که اصلا میلی به این ندارن در مسائل سیاسی دخالت کنن و خودشون رو کلن سوا کردن، اما هستن آخوندهایی که خب در کنار نظام ایستادن و بعدشون نمیاد که از این موقعیت خوراک چرب که گیرشون میاد ادامه حیات بدم. در هر صورت امروز برای ملت ما مشخص شد که قصه آخوند و ریشه اون که از اسلام میاد و قرآن میاد هلاکت هستش، گرفتاری و درد و رنج هستش. اما ما جایی نایستادیم، حتی من به عنوان یک کشیش که بخوایم اعلام کنیم به خاطر 40 سال حکومت اسلامی پس بنابراین آخوندها نباشند، پس باور اسلامی نباشه. خیر، در آینده به فیض خداوند دولت آینده دولت سکولاریسم خواهد بودش. هر اندیشمندی راحت باید باشه، اما دیگه نمیتونه عقاید و باورش رو در حکومت تفسیر و توضیح بده و حاکم بشه بر فکر و ذهن و اون باور و ایدئولوژیش رو تحمیل مردم کنه مانند این نظام اسلامی. بنابراین پیشنهاد شخص من، بارها هم قبلا هم عرض کردم اینو در شبکه محبت بارها گفتم، این هستش که آخوندها چه دولتمند چه غیر دولتمند، اگر حقیقتا امروز به این جایگاه فکر میکنید که میخواید همون گونه که برادرم گفت احترام در قلب مردم، در قلب مسلمانها داشته باشید، بهترین کار این هست قبل از اینکه لباسهای آخوندی رو از تن شما به زور درارن و بهتون بی احترامی بکنن، لباسهای خودتون رو درارید و لباس شخصی، لباس آدمیزاد رو بپوشید و این لباس آخوندها رو، آخوندیتون رو دم در تا کنید، بذارید دم در.
این علامتی هستش که توی آخون دیگه با این نظام اسلامی نیستی و از این به بعد لباس آخوندی در تن نداشته باشید و بعدش هم نداشته باشید. این فرمان پدر بزرگ ما رضا شاه بزرگ هستش، به هیچ وجه لباس آخوندی بر تن نباید داشته باشید. منم به عنوان یک کشیش لباس من مشخص نیست، مشخصه؟ نه. من تو خیابون برم، تو خیابون برم کسی میفهم من کشیشم؟ فکر کنم من آدمم. پس بنابراین قراره بر این نیستش که ما باور و عقیده خودمون رو روی فرمی بیاریم که مردم قابل توجه اون شکل فیزیکی باشه. البته ما اینو از مسیح یاد گرفتیم، من اینو از انجیل یاد گرفتم. یه اشتباه بزرگی که در سال 57 ما کردیم، مردم ایران کردن، این بود که ما تصور داشتیم حرفایی که این آخونده میزنن درسته، اینا میان آزادی میدن، رفاه میدن، نمیدونم، که همه اینا رو داشتیم. بله. و اشتباه اینجا بود که آیا شما تا حالا فیلمای لورو هاردی رو دیدین؟ فیلمای مستر بین رو دیدین؟ چون وقتی فیلم لورو هاردی رو میبینی یا مستر بین رو میبینی میخندی یا گریه میکنی؟ مثلا میخندی. میخندی چون اون کار آقای مستر بین، اون اوج در واقع کارش اینه که شما رو بخندونه. هرچی بیشتر شما رو بخندونه در واقع کارش رو بهتر ارائه داده. اشتباه ما این بود که اومدیم روحانیتی که اون اوج کارش این بود که در روزخونی شما رو ببره به صحرای کربلا، گلوی نمیدونم علی اصغر رو با تیر بزنه و اشک شما رو در بیاره. برابا. یعنی هر چقدر شما بیشتر گریه میکردی اون کارش رو بهتر انجام داده. ما یک همچین گروهی را آوردیم گذاشتیم سر کار، انتظار داریم که اینا به خونه ما شادی و آرامش و نشاط بیارن. بله. اشتباهه. دلید. همین گریه وزاریه، نه تنها گریه وزاری را تو مملکت ما آوردن، در سطح خاورمیانه. و تنها راه نجات که ما برگردیم به آرامش و شادی اینه که اینا نباشن یا برن تو موقعیت خودشون. براب. حالا یه عده‌ای هم دوست داشتن 5 تومن بدن اینا بیان براشون روزه بخونن گریه بکنن، اون دیگه میل خودشونه. دقیقا. ببخشید ما در کناری که من و بعد بهروز عزیزم در خدمتون هستیم مجبور هستیم تلفنامون رو جواب بدیم، چرا که از راه دور و نزدیک با ما تماس میگیرن. اما از اتاق فرمان خواهش میکنم، چون من یکی دو تلفن ضروری دارم و مجبور هستم اینا رو گوش کنم، بریم با همدیگه کلیپی رو ببینیم و یا سرودی رو بشنویم، برمیگردیم. لطفا با ما باشید. این برنامه برنامه زنده هست. هموطن عزیزم، ویژه اعتراضاتی هستش که در ایران نسبت به نظام اسلامی هستش. همچنین خواهش هم این هست، لطفا آدرس فرکانس ما رو به دیگران برسونید. ما الان روی ماهواره جوون هستیم و خیلی شناخته شده نیستیم و خواهش میکنم، فقط هم خودمون داریم، هم رو فرکانس متاسفانه فیسبوک ما رو هم هک کردن مدتی هستش و نذاشتن که ما تو اون مسیر بتونیم خدمت داشتیم. به قولی بعد از بهروز تا چند دقیقه پیش گفتش که من نوشتم برای ما مهم نیست و دادیم برای برحال نمیدونم قصه پشت این صحنه ها چی هستش، اما اینو میدونیم ما ایستادیم، چه با فیسبوک، بدون فیسبوک، با اینستاگرام، بدون اینستاگرام، ما ایستادیم برای هموطنان عزیزمون، ایرانی های عزیزمون. هر چقدر هم بی تفاوتی موقع ها میبینیم از همکاران خودمون، از کشیش ها، از کلیسه ها که حتی توی این شرایط سخت میتونن حداقل دعا برای ایرانی ها داشته باشن، میتونن همه رو یک دل کنن برای سرنگونی نظام اسلامی بیستن، میبینیم که باز تو اون جایگاه نایستادن، ولی ما ایستادیم. چرا؟ میدونیم که حقیقتا خداوند با ما هست، خدای جدعون با ما هستش. آمی. و با فیض خداوند بت نظام اسلامی رو خواهیم شکست. با ما باشیم، میریم برمیگردیم. هموطن عزیز تشویقتون هم با شماره تلفن‌هایی که پایین صفحه هست با ما تماس بگیرید. بچا دست تکون بدیم واسه دور می آقا هم چیز حکیم شرق غرب قبل ستاریه تو صفوف اولی ما، حالا ببینیم که چه جوری میشه. آجی همه مشکل دارم دیگه.
آره خلاصه اینجوری دیگه، معلوم نیست اتفاق خاصی بیفته، ولی فعلا که وایستادیم هنوزم نیروی ویژه نیومده. شاید این آخرین فیلم ما باشه که داریم میگیریم، بعدش بریم اوین، ولی بازم کیف میده. الان میرم اون لاین طرف شرق هم بگیرم براتون، بگم چه جوری میشه. حتی من سرود ملیه زمانشاه رو میخونم. اینجا ماشین رو بستن، اینم دقیقا حکیم به سمت اشرفی اسمانیه که کفتر پر نمیزنه. میخوام بهتون بگم دقیقا امروز 25 آبان 98 ساعت 1:11 ظهر که مطمئن بشید ویدیو لایو گرفته شده و دستکاری نشده. صدای امام علیه بازم درود میرسیم خدمت هموطنان عزیزمون. گزارش های بسیاری هستش از اپوزیسیون، بیشتر با ما در تماس هستن که از شبکه ایران یاران نیز که به مسئلت بانو ویکتوریا آزاد هستش و همچنین شبکه های دیگه که در اپوزیسیون هستن که این فعالیت رو دارن با هموطنان عزیز ما که در ایران هستن. خود مام نیز با هموطنان عزیزی که به مسیح ایمان آوردن و فعالیت هایی رو میکنن در تماس هستیم. با مشکل ما اینترنت هستش که نمیتونن اونها با ما تماس بگیرن و روی تلفن هم با تلفن تماس داریم مرتب. بله با تلفن هم تماس داریم، اما خب بعضی هم بازم از تلفن هم یه مقدار نگران هستن چون شما تلفن رو جمهوری اسلامی هم داره میبینه. اما ایمان داریم که هموطنان عزیز، حقیقتا خدا با شما هستش. کلام خداوند اعلام میکنه که خداوند صدای درد و ناله اسرائیلی ها که در مصر بودن رو شنید و صدا زدن، یعنی بی تفاوت نبودن. امروز شما فریاد زدید، خدا شنیده و من ایمان دارم خداوند مطابق فیضش با شما عزیزان هست. دوستم از شما بشنوم. من میخوام به یه اجازه ببینیم. بله ببینیم، امیدوارم از ایران باشه. وقت شما بخیر، بفهم خواهش کنم. هموطن عزیز سلام، با آقای رسول حالتون چطوره؟ درود، سپاسم مهر شما. شما؟ من احمد رضا هستم، حالتون چطوره؟ مرسی احمد رضا جان. از کجا تماس میگیری احمد رضا جان؟ از اصفهان. از اصفهان. تصویر ما رو خوب دارید شما الان احمد رضا جان؟ بله خدا رو شکر خیلی عالیه. خدا رو شکر. خب بشنویم از اصفهان. من امیدوارم که هر چه زودتر واقعا این ایران سرنگون بشه، نظام اسلامی سرنگون بشه، شاهدش میشیم. آمین به خدا. چم آمین. واقعا برای ما خیلی خوشحال است برادر عصوم. خب از اصفهان چه خبر احمد رضا جان؟ از اصفهان چه خبر الان؟ چه گزارشی شما دارید از اصفهان برای ما؟ حالا اصفهان فعلا یک درگیری سخت بانگار آتیش زدن، یک پمپ بنزین و خدا رو شکر دارن مردم دارن خودشون نشون میدن، واقعا برای ما خیلی خوشحال کننده است. خدا رو شکر هر چه زودتر این
ایران سرنگون بشه، نظام اسلامی، نظام اسلامی خیلی واقعا مردم ایران دارن جوانه دارن نیخته، ما هم که این آقاتی هستیم به فیض خدا، سپاس هم مهرش ایران آزاد بشه. آمین که آزاد میشه. شما یه همشهری دارید اینجا، برادر بهروز عزیز همشهری شما هستن کنار ما. احمد رضا جان سلام مردم بهروز، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوبم مرسی. خودتون برکت بده. ببین من الان میخواستم یه صحبتی بکنم و واقعا خدا رو شکر میکنم که شما اومدی روی خط، چون میدونم که یک نفر در ایران داره این صحبتهای منو میشنوه و من میخوام این صحبت منو شما انتشار بدی و همه عزیزانی که دارن این صحبت منو گوش میدن، چون یه مسئله خیلی کلیدیه، خیلی مهمه. ما الان در جنگ یه قسمتش میشه جنگ روانی و به وجود آوردن ترس. شما وقتی میبینی که نیروهای سرکوبگر میان و شروع میکنن تیر هوایی میزنن برای اینکه رعب و وحشت بندازن در وجود مردم و مردمی که اومدن حق خودشونو بگیرن، اینا رو پراکنده بکنن، ما بایستی در مقابل این مسئله که اینا میخوان به وجود بیارن، ما هم رعب و وحشت رو احمد رضا جان بندازیم تو دل اونا. و این یه راهکار داره و من میخوام این راهکار رو بگم. 100% اجتناب ناپذیره که بین مردم و نیروهای سرکوبگر درگیری میشه. ما بارها توی ویدیوهایی که میاد دیدیم که مردم یکی از این نیروهای سرکوبگر رو گرفتن، حالا شاید مثلا خشمم اینا یه خورده اونا میزنندش یا بهش محبت میکنن، آب بهش میدن، ولی پیشنهاد من اینه این پیشنهاد را نشر بدین و انجامش بدین. این نیروهای سرکوبگر رو که میگیرین، اولا خشم خودتون رو کنترل کنین و از همه مهمتر، این خیلی مهمه، تأکید میکنم، لباس اونیفرم اونا را از تنشون در بیارین و اون لباس اونیفرم را به درخت آویزون بکنین، به تیر چراغ برق آویزون بکنین، به جای آویزون بکنین که از فاصله های مختلف دیده بشه. این دو تا حس داره، یک نیروهای خودی، مردم عزیز وقتی میبینن که لباس یه رزمنده نیروهای سرکوبگر به روی درخته بهشون قوت میده، براب، بهشون شهامت میده. از طرف دیگه نیروهای سرکوبگر وقتی لباس خودشون رو روی درخت میبینن، اون رعب و وحشت میفته در دلشون. و یه چیزی که من میخوام بگم اینه که شک نکنین، این دفعه آخره و قطعا پیروزی با ماست. آمین آمین، با فیض خدا. و ما برای شما در دعا هستیم، صدای شما هستیم احمد رضا جان، و خواهشم این هستش که میدونم شما با عنوان یک ایماندار مسیح دلیرانه ایستادید و خیلی از ایماندارها، خواهش هم این است که در کنار مردم بیستید و شبها بازم خواهش ما این هستش که بر بام پشتبان فریاد بزنید. خیلی از عزیزان اصلا نمیتونن برن تو خیابونها، خب برید بالای پشتبان فریاد بزنید. ایماندار مسیح هستید، میتونید فریاد بزنید خدای ما محبت مخالف هر ظلمت، و این رو یک شعار کنید در بین هموطنانمون، چرا که ایرانی ها خدا دوست هستن و میدونن خدای اونها خدای محبت است. به هر حال ممنون از تماستون احمد رضا جان، اگر مطلبی هست خوشحال میشیم بشنویم. اگر متاسفانه از شنبه تا حالا اینترنتمون قطع اصلا کار نمیکنه، واقعا برای ما خیلی دردناکه است. تا حالا خیلی آنتن داری موبایلم قطع شده و من از مردم خواهش میکنن شون نشن بکسبن و حتما دوباره ادامه پیدا ببینن، از مامور و از آخونده نترسن، حتما کارشون رو انجام بدن که به فیض خدا اینا برن دیگه گوش رو گم بکنن که ما ایران دیگه آزاد باشیم، بتونیم با یه نفس بکشیم. آمین. چل سال دیگه مردم ها خونه شیشه چردن دیگه بستمونه، خواهش میکنم بریزیم دیگه تو خیابون و سکوت دیگه نکنیم. آمین. احمد رضا جان، روحیه مردم رو چگونه میبینید وقتی صحبت میکنید؟ آیا مردم میترسن از دولت جمهوری اسلامی و یا نه امروز دیگه اون روحیه ترس ندارن دیگه؟ خلاص شد جان، خوش نیست بعد خدا وقتی روح القدس داریم ما اصلا ما چی بترسیم؟ برابر برابر، آمین. ما دیگه ترس نداریم، واقعا من خیلی خوشحال هستم که مردم دیگه
اصلا دیگه ترس دارن چطور مقابل نیروی انتظامی یه معمول وای میسن و خودشنا شجاعانه نشون میدن و واقعا برای من خیلی خوشحال کننده و افتخار است. آمین. سپاس احمد رضا جان. احمد رضا جان ملت ایران. آمین. احمد رضا جان من میخوام یه مورد دیگه هم بهت بگم، باز اینم نشر بده، تمرکزتون رو روی اینترنت نذارید، شما نشینین که اینترنت بیاد. شما از اون چیزی که دارین استفاده بکنین. شما براو. الان لطف کردی به ما زنگ زدی. براو. خواهش من ازت اینه که به شهر شما الان اصفهانی زنگ بزن، یزد، به هر شماره ای زنگ بزن، شیراز زنگ بزن، آباده زنگ بزن، نمیدونم خوزستان، تبریز، مدام شماره بگیر صحبت کن. من از اصفهان دارم زنگ میزنم، الان میدان تخچی اینطور شده، الان زینبیه اینطور شده، دروازه شیراز اینطور شده. گزارش بدین، گزارش بدین و گزارش بگیرین، تلفن بزنین، این کارو بکنین. برابر 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 برابر. سپاسگزارم از تماستون. شما اگر مطلبی از شما ممنون که تماس کردید. امید آرزوی سنگون این اسلام. آمین. شاهدش هستیم. آمین. خدا. آمین. خواهش بود از مردم شون نشم. بریزید تو خیابون. بازم بریزید. با خواهید دید. آمین. آمین. از فیض خدا باشم. خدا با سپاس از هموطن اسفانی. خواهش کنم. من چون احمد رضا اومد رو خط یه چند جمله با لهجه میخوام بگم. اولا من متولد تهرانم، ولی خب اصفهانی رو خیلی دوست دارم، تو اصفهان بزرگ شدم، خیلی خاطره دارم و میخوام با لهجه اصفهانی بهتون بگم که وقتی جوونه دونست در خونه میخواد بیاد برون و بره تو شهر و بره داد بزنه و حق خودشو بخواد، شما پدر، شما مادر، شما پدر بزرگ، شما مادر بزرگ نگو ننه نرو بیرون، بابا نرو بیرون، تو میری بیرون من میترسم. تو نترس. تو بلند شو همراهش بشو. برابر. بلند شو باش برو بیرون. تو که پیری، پیر مردی، پیر زنی، تو سینتو بده جلو، ولی نشین تو خونه، برین تو خیابون. باور کنین که هر چقدر شما بیشتر در فضای خیابون باشین، اینا توان ندارن. اینا الان من بهتون گفتم مثل اینکه اینا 400 تا نیرو گذاشته بودن برای تهران که وقتی یه منطقه شلوغ میشه این 400 تا نیرو بریزن اونجا و مردم رو سرکوب بکنن. خوشبختانه خیزش به صورتی بوده که داره از هر جایی اتفاق میفته و اینا نمیتونن 400 تا رو هی این ور ببرن اون ور ببرن این ور ببرن. درسته. مثلا اینا رو تقسیم کردن 100 نفری کردن، دوره تقسیم کردن 20 نفری کردن. الان شرایط به نفع مردمه. درست. ولی باید دووم بیارین. یادتون باشه شما 44 روز از عراق و از لبنان عقبین، اونا الان 48 روز تو خیابونن. پس بمونین. بمونین و پیروز میشین. براب. من یه کلیپ آقای یاسر عزیزم، یه کلیپ جدید برای ما رسید از ایران که متنش شیرزن شجاع هستش. اگر میشه اینو لطفاً پخش کنید سپاسگزارم. همین الان براتون فرستادم یاسر عزیزم. ببخشید ما تو این برنامه هامون دیگه اون نظم رو نداریم و هرچند کارگردان یاسر عزیزم الان ما دنبال بی نظمی هستیم. آره الان بی نظمی در ایران، بی نظمی در لس آنجلس. تا این کلیپ رو پیدا میکنه آقای یاسر عزیزم که براتون فرستادم، یه گزارش جدیدی اومده برای من به گزارش فارس. سه بسیجی و پاسدار در نارامی های غرب استان تهران کشته شدند که پاسدار مرتضی ابراهیمی، بسیجی مجید شیخی و همچنین بسیجی مصطفی رضایی رو اعلام کردن. البته آرزوی ما این هستش که هیچ کس کشته نشه. حتی آرزوی ما این هستش که بسیجی ها و پاسدار ها کشته نشن و پوزش بخوان و توبه کنن و به مردم ملحق بشن و هیچ کس در این مسیر جانش رو از دست نده. اما متاسفانه کاری نمیتونن بکنن، چرا که میبینیم که شرایطی که نظام اسلامی ایجاد کرده شرایط سختی است. از این رو هموطنان عزیزی که میبینید توی خانوادتون پاسدار هست، بسیجی هست، آخوند هستش، خواهش میکنم شما هم نیز لباساتون رو درارید، بذارید دم در، بذارید دم بله در، بذارید دم در یا به قولیشون بذارید روی درخت، به مردم نشون بدید که با اینها نیستید. چرا که در روزی که این نظام کاملا سرنگون خواهد شد، بعضی از افراد رو شاید ما نتونیم جلوشون رو بگیریم، مانع خشم و خشونتشون بشیم، ولی با این عمل کردتون شما میتونید نشون بدید که با اونها نیستید و همچنین میتونید با شبکه ما تماس بگیرید. آخوندها،
بسیجی ها، پاسدارها، با ما با شماره تلفن 818-699-615 و همچنین با 818-716-4-0 اسماتون رو بگید و اعلام کنید، پیام بذارید لطفا که ما دیگه نمیخوایم با این نظام اسلامی باشیم و خودمون رو از این لباس خلع کردیم، از این خدمت همچنین خلع کردیم، پس بنابراین ما کنار مردم ایستادیم که در روز آزادی ایران از دست این نظام اسلامی ما این پیام ها رو داریم که این افراد قبل از سرنگونی نظام اسلامی توبه کردن و پوزش خواستن. این هم یه فرصت بسیار خوبیه که شبکه امید جاودان برای شما عزیزان در نظر داره. آیا ما میتونیم این کلیپ رو داشته باشیم؟ بله، بریم با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم تا چند دقیقه بعدش در خدمتون هستیم. هر روز ما برنامه زنده خواهیم داشت عزیزان. شبکه ما شبکه‌ای هستش که با برنامه متنوع هستش به هدف آزادی ایران، نجات ایرانی‌ها، رسوندن خبر خوش انجیل هستش، اما در این روزها ما به مسائل روز ایران خواهیم پرداخت. با مفصلین سیاسی حتما در خدمت شما عزیزان در روزهای آتی خواهیم بود. بریم برمیگردیم، با ما باشید. با سپاس از اینکه هموطنان عزیزم با ما هستن، ما یه خط دیگه ای داریم. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام علیکم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش جان عزیز، شما از کجا زنگ میزنید؟ هموطن عزیزم، من از ایران زنگ میزنم. نظر لطفت بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. برسونید تو این مملکت چرا میگین جمهوری اسلامی؟ اینجا حکومت نظامیه، چرا همه میگین جمهوری اسلامی؟ برابر برابر اونو ببینید نگه اینجا برابر برابر چرا یه هر دو کسایی میگن جمهوری اسلامی؟ آقا اون حکومت نظامی، اینجا حکومت مرشده. جان جانم جانم جان جمهوری، جمهوری مگه این شکلی میشه شکلش؟ بله بله برابر. برسونید به هر جا من بسید جا در اونجایی که دخم رسول سلام شما این جانم. سپاس کنم، سپاس کنم. از کدوم شهر تماس میگیرید برادر؟ اگر دوست دارید بگید. البته من از کرج. از کرج. شما تصویر ما رو خوب دارید هموطن عزیزم؟ بله بله. خدا لطف کنید، لطف کنید، خداش لطف کنید فرکانس ما رو به فرکانس ما رو به دوستان دیگه بدید. ما در خدمت شما هستیم و اگر گزارشی بود خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید. هموطن خوبم، از بله حتما 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 هموطن خوبم، حتما عزیزید. فیض خدا باشم.
اسلامیه نه جمهوریه. برابر، حتما حتما عزیزم. مرسی مرسی مرسی، خدا حافظ. ایشون به نکته کاملا درستی اشاره کردن، واقعا حکومت نظامی این بله. مملکت نظامی هستش، جمهوری نیست. بله بله عزیزان، این که من با اطمینان میگم ما پیروزیم به این خاطر که شب جمعه من یک خوابی دیدم ده. و فردام روز جمعه این شلوغی ها شروع شد. خوابی که من دیدم به این صورت بود که من در ایران بودم یا در خیابون چهارباغ اصفهان بودم یا در خیابون ولیعهد تهران بودم، چون خیابون دوبانده بود واو. و من همطور که تو پیاده رو قاطی مردم میرفتم یک مرتبه یک پلنگی حمله کرد به سمت مردم. ولی جالب اینجا بود که من و افرادی که توی خیابون بودیم فرار نکردیم، بلکه از توی جوبا سنگ برداشتیم و ما حمله کردیم و ریختیم روی پلنگ و این پلنگ رو با سنگ ما میزدیم. انقدر من خودم با سنگ اینطوری میزدم تو سر این پلنگ که پلنگه از حال رفت و افتاد. این دقیقاً رویا به ما نشون میده که پلنگ نشانگر کبر، نشانگر غروره و ما این کبر و غرور رو در شخص آقای خامنه ای دیدیم. بله. با توجه به سخنرانی دو هفته پیشش. بله. بیاین اینجا مجازات بشین، زندان بشین، نمیدونم شلاق بخورین تا از عقوبت شما کم بشه. این دیگه بله. کمال وقاحت ایشونه میرسنه و پلنگ همین خصوصیت رو داره. بله. ولی این پلنگ با سنگ سرش کوبیده شد و ما میدونیم که داوود نبی بله. 5 تا سنگ برداشت براب. و با یه دونه سنگ که زد تو سر جلیات بله. فلسطینی ها شکست خوردن. بله. این شکست برای شرایط فعلی ایران قطعاً پیش بینی شده و ما به اون خواهیم رسید. آمین. به زودی. آمین آمین آمین. پس خوابی که برادرم دیده این رو به فال نیک میگیریم. عزیزان شما هم به فال نیک بگید. کلام خداوند در کتاب یوئیل 2:28-29 اعلام میکنه در روزهای آخر مردمان، اونهایی که به دنبال حقیقت هستن، تشنه حقیقت و محبت هستن، خوابها و رویاها میبینن. ما میبینیم که ایرانی ها با دل زیبایی که دارن، چون ایرانی ها خدا دوست هستن، عاشق خدا هستم، هرچند در طول سالها خدا رو بد معرفی کردن برای اینکه خواستن با اون خدا بیزینس کنن، مردم رو استعمار کنن، اما امروز ما میبینیم که هموطنان عزیز ما در جایگاه خرد و اندیشه رسیدن که تحقیق میکنن، نه به عنوان یک مسلمان زاده، نه مسیحی زاده، نه بهایی زاده، بلکه میخوام با تحقیقات به حقیقت برسم و خداوند نیز مطابق فیضش من ایمان دارم که برکت خواهد داد تمام هموطنان عزیزمون رو برای رسیدن به آزادی. پس نترسید و نگران نباشید و مطمئن باشید که خداوند با ما خواهد بودش. خب من یه پیام دیگه هم بدم. ببخشید من همین تو صداتون. امروز الان شرایط ایران یه جور حالته چی میگن؟ تقلق داره. بچه‌ها که مدرسه نمیرن، بازار بسته است، خیلی‌ها سر کار نمیرن. بله. یه فرصت خیلی خوب داری. چون من خودم از این فرصت استفاده کردم زمانی که تازه وارد آلمان شده بودم و پناهنده بودم و در واقع کاری نداشتم، وقت آزادم زیاد بود. به قول هادی خورسندی میگفت پناهندگی همه چیزش خیلی بده ولی این تعطیلیش خیلی خوبه. شما الان تعطیلی. کاری که من اون زمان کردم، خواهش میکنم این کارو بکن. همین الان بلند شین سر تاخچتو اون قرآنو برداری، خاکاشو بتکونی، بشینین بخونی. خواهش میکنم بشینید قرآن رو بخونید. من میتونم قبول بکنم که شما اسلام و قرآن را قبول دارید. چرا؟ چون نخوندید. من ایمان دارم که شما اگه بشینی قرآن رو بخونی، امروز و فردا راحتی دیگه، بشین قرآن رو بخون ببین آیا روز سوم هنوز قبولش داری؟ این کار رو بکنیم. بله حقیقتا این رو بدیم. واقعا ریشه همه این دردها و رنجهای ما ببینیم از کجا هست. هرگز هیچ توهینی به یک مسلمان نمی کنیم. خدا رو شکر برای مسلمان ها بارها شنیدید. خدمت ما برای مسلمان های عزیز هست که بهشون این آگاهی رو بدیم، خبر خوش انجیل عیسی مسیح رو، خدای عشق، خدای محبت رو بدیم. حیفه حیفه ایرانی ها واقعا مسلمان باشن. ایرانی ها جایگاهشون خیلی بهتر از اینا هستش. اینو بدونیم که ما فرزندان کوروش بزرگ هستیم، هموطنان عزیزم، و جایگاه اصلی خودمون رو پیدا کنیم. بازم این گونه نیست، شاید کسی در قلبش باور اسلامی هست، خدا رو شکر برای وجودش، و
اما با تحقیقات، هرچی هستیم با تحقیقات. چرا که وقتی تحقیق نکنیم استعمارمون میکنن. آخوندها استعمار کردن، هموطنان عزیزم ما همه ماها رو استعمار کردن. بریم با هم کلیپ جدیدی که برامون رسیده ببینیم، با ما باشید، در خدمتون هستیم. هموطنان عزیز، اینک با بانو ویکتوریای آزاد هستیم. هرچند در این روزها ایشون بسیار مشغول هستن، نسبت به آزادی ایران فعالیت‌هایی دارن، اما با سمجگری ما دیگه بالاخره ایشون توی شرایط خاصی، ما ازشون خواهش کردیم که لحظاتی با ما باشن و قسمتی از فعالیت‌های خودشون رو برای شبکه امید جاودان، برای برنامه خبرناک داشته باشیم، تا توی فرصتی بتونیم ایشون رو روی اسکایپ داشته باشیم و بیشتر از الان از ایشون بشنویم. درود میفرستم خدمت بانو ویکتوریا آزاد در سوئد، در خدمتون هستیم. درود فراوان خدمت شما و تعظیم به ملت بزرگ ایران که واقعا قهرمانی رو آفریدن که در تاریخ به نیکی و به وصف شجاعت مردم ایران از او یاد خواهد شد. به راستی ستایش میکنم و تعظیم میکنم در مقابل ملت بزرگ ایران که این گونه شجاعانه در مقابل دیکتاتور ایستادگی کردن و این بار واقعا این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست و بسیار بسیار جدیه. کشیش رسول عزیز، من فکر میکنم که داره زمینه های برچیدن کامل این نظام کاملا فراهم میشه. بسترهای بسیار خوبی رو مردم ایجاد کردن با مقاومت هایی که کردن. من متاسفم برای کسانی که آتش زدن به پمپ بنزین ها و بانک ها رو میذارن به حساب لباس شخصی ها. اینو من میخوام همینجا مستقیم اول و آخر بگم چون وقت کمی داریم. خواهشم نه قربان، اینها مردمان به سطوح آمده از اعمال کسی و شنیع چپاولگرانه بانک ها و دولت ایران هستند و اینها مردمانی هستند که مال باختن، روزها در مقابل این بانک ها وایسادن، شب و روز و سرما و تمام هم و غمشون رو کردن که از متمدنان ترین طریقی که میتونستن اعتراض بکنن و مال های باخته خودشون رو طلب کردن و بسیاری از مردمی که اصلا سپرده‌ای در این بانک‌ها ندارن چون اینقدر دچار فقر و بدبختی و بی‌بضاعتی هستن و
دولت و مدیریت بانک‌هایی که اموال مردم رو در این مدت چپاول کرد و عدم مدیریت صالح و سالم و بهداشتی برای برآوردن خواست‌های مردم موجب شد که این آتش به دامن این حکومت و تمام ابزار آلات حکومتی زده بشه. و حالا کو تا ببینن این ماجرا سر دراز دارد. خبر خوشی که دارم براتون این هست که در سطح بین‌المللی برای مردم ایران به راستی دارن کار میکنن. امروز ریچارد گرینل که سفیر آمریکا در آلمان هست توییتی زدن و نوشتن که امروز چندمین و چند تماس با مقامات و همکارانم در کاخ سفید و وزارت خارجه داشتم. ما بر کمک بر مردم ایران متمرکز هستیم. آنها از این رژیم رنج بسیار کشیدن. مسلم. من شخصا با در واقع زیر همین توییت از ایشون تشکر کردم. براو. و در قبل از اون برای مستر پرزیدنت ترامپ یک توییتی زده بودم. براو. که در این توییت از ایشون تقاضا کردم که به داد ملت ایران برسن، مسئله اینترنت رو جدی بگیرن. براو. و اینترنت رایگان رو به عنوان امکانی که میتونه کمک بکنه به مردم برای پیشبرد مبارزات آزادی خواهان نشون جدی بگیرم و واقعا قدمی در این زمینه بردارن. و همین توییت رو هم ری توییت کردم به آقای گرینل و اونجا قشنگ توییت شبکه ایران یاران اون زیر قشنگ دیده میشه. اگه برید تو توییت ایشون مخاطبین زیادی داره، به زبان فارسی هم تسلط داره. و بعد از اون اتفاق خوبتر اتفاقیست که شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون تقریبا چند دقیقه پیش توییتی زدن به مقامات اتحادیه اروپا و به کاخ سفید و از اونها خواستن که سریعا برای بازگشت اینترنت به ایران اقدام بکنن. و شاهزاده رضا پهلوی در واقع با انتشار این پیامشون در صفحه توییتر خودشون به قطع اینترنت در ایران توسط این فرقه تبهکار واکنششون دادن و این اقدام رو در واقع خواستن که وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم بکنه و سریعا برای برقراری مجدد اینترنت در ایران اقدام بکنن. باید این اقدامات ادامه بدیم. بعد پتیشنی در اومده از change.org که این پتیشن هم پتیشن مهمی هستش، چون change.org خیلی قدرت در واقع وسیعی داره برای اینکه بتونه امضاهای خیلی زیادی در سطح میلیونی جمع بکنه، که این پتیشن رو الان تو کانال ایران یاران میذاری. متاسفانه مردم ما در داخل کشور که دسترسی ندارن، ولی عزیزان خارج از کشور، شما که صدای منو میشنوید، برید و این پتیشن رو امضا بکنید. @ ایران یاران نتورک 1398 در تلگرام یا @ ایران یاران نتورک در اینستاگرام برید و این پتیشن رو امضا بکنید. بگذارید در حداقل به شکل یه امضا، فقط یک امضای ناقابل به اون ملتی که الان زیر رگبار گلوله و چکمه های این حکومت ستمگر قرار داره کمکی بکنیم. ضمن این که بسیار های اهمیت توجه بکنیم. همینطور مردم شروع کردن و در واقع چهره هایی از نیروهای سرکوب رو، اونهایی که به هر حال به روی مردم آتیش بلند کردن، اونهایی که به سمت مردم ضرب و شتم کردن و پاسدارهایی که به شکل یعنی تروریست های بلفطری که این میهن پرستان عزیز رو مورد مجازات قرار دادن، مردم دارن واکنش نشون میدن و دارن میکشن اونا رو. همین الان پاسدار مرتضی ابراهیمی توسط مردم به جهنم واگذار شد. پاسداران دیگری که نخوان به مردم بپیوندن، همین سرنوشت در انتظارشون هست. ما طرفدار آدم کشی و اینها نیستیم. ولی وقتی یک رژیمی تا بیخ و بن به سلاح مجهز هست و مردم رو به آتیش میکشه و مردم رو این چنین مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار میده، باید جواب متقابل بشنوه. باید مردم با خشم برن تو شکم اینا، باید برن به سمت تسخیر پادگان ها، باید برن به سمت تسخیر تمام اردوگاه هایی که این حکومت اونجا بنا کرده برای ظلم و جور در حق مردم ایران. باید در اون کشور خون بریزه، چاره دیگری ما نداریم.
باید در اون کشور خون بریزه. این خون خونه در واقع، خون برای هزینه برای آزادی است. ما تا کنون بارها و بارها سالهای متعدد پشت سر هم مرتب به مردم گفتیم مبارزه مسلحانه نداریم، مبارزه در واقع مسالمت آمیز انجام بدید، ولی امروز میگی مردم باید برید تو شکم اینها. اینها هیچ زبانی رو جز زور نمیفهمند، به دلیل اینکه تا کنون این همه نجابت این مردم، این همه نجابت این مردم جواب نداد آقا. بله، همه شاهدیم. بله، مردم در دو ادوار مختلف بلند شدن و دیماه 96 رو همه شاهد بودیم. بسیارانی واقعا جان در کف خیابونها خونشون ریخته شد، اما این حکومت متاسفانه زبان زور فقط میفهمه. باید مردم با زبان زور با خشم فراوان برن تو شکمشون. بل. هیچ راه دیگه وجود نداره. و این در تاریخ ثبت میشه. این شجاعتی است که مردم ایران در قرون متمادی و انهای مختلف خرج کردن، هزینه کردن و نامشون به صفحه زرین تاریخ مبارزات ایران همیشه نقش شده و باز هم خواهد شد با فیض خداوند. آمین. آمین که چنین خواهد شد. با سپاس فراوان بانو ویکتوریا آزاد عزیز، میدونم که خیلی مشغولیت های بسیاری دارید در رابطه با مبارزه که الان در پیش دارید، اما ممنون هستم که به ما این وقت رو دادید. خوشحال میشیم در طول ایام گذشته بتونیم بیشتر از مطالب شما، آگاهی های شما استفاده کنیم. بفهم. از هر راهی که میتونن به مردمی که ببینید تو چیزی در حدود 16 میلیون مردم ایران الان درگیر این انقلاب و این قیام ملی شدن. بله. بقیه مردم هم باید درگیر این قیام بشن. دقیقا. مردم واقعا ننشینید تو خونهاتون، سکوت نکنید، به ملت خودتون، به آیندگان خیانت نکنید. برید از مردم عراق یاد بگیرید که کمک های مردمی که دارن مرتبا در میدان تحریر بغداد در اختیار انقلابیون میذارن چقدر اصلا نمیشه صف این کمک ها رو پیدا کرد، اینقدر طولانیه. بله، بله. مردم ایران هم امروز باید چنین کنن. اگر امروز پول داری تو حسابت، فکر نکن این پول رو میتونی تا فردا نگه داری. معلوم نیست فردا چه بلای سر حسابت بیاد. شما احتیاج به یک حکومتی دارین که منافع شما رو در طولانی مدت تأمین بکنه. ما به توسعه پایدار سیاسی در اون کشور نیاز داریم، به توسعه پایدار اقتصادی در اون کشور نیاز داریم. بله. برای تأمین توسعه پایدار سیاسی اقتصادی باید آزادی باشه، باید دموکراسی باشه، باید سکولاریسم باشه، باید دیانت از سیاست جدا بشه. برابر 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 دقیقا همونطور که میفرمایید هستش بانو ویکتوریا آزاد، و ایمان داریم که هموطنان عزیز ما امروز در یک مسیر بسیار درست شجاعانه ایستادن با اقتدار، و هرچه زودتر ما شاهد سرنگونی این نظام اسلامی خواهیم بود. ایمان داریم در رابطه با این سه نفر پاسداری که خانم ویکتوریا آزاد شما گفتین کشته شدند، من میخوام یه آیه از کتاب مقدس بخونم که مردم توجه بکنن که دلیلش چیه و چه شرایطی الان در ایران حاکمه. از کتاب ارمیا میخونم آیه 10. کتاب ارمیا باب 46 آیه 10. چون امروز روز خداوند خدای قادر متعال است، روزی است که خداوند از دشمنانش انتقام میگیرد. آمین آمین. شمشیر او آنقدر میکشد تا سیر شده از خون شما مست گردد. بله واقعا. بله. در برابر افرادی که واقعا هم دشمن خدا هم دشمن خلق خدا هستن، مسلم میدونیم که افرادی که امروز تسلیم نشن، توبه نکنن، پوزش نکنن، مسلما بلاهای خیلی بدی رو خواهند تجربه کرد. ما واقعا نمیخوایم هیچ ایرانی در مقابل هیچ ایرانی وایسه. بله، ولی وقتی سرگرد ایرج جواهری در کرمانشاه همینطور داره مثل رگبار رو میگیره به سمت مردم، خب باید جوونا برن تو شکمش از خودشون دفاع بکنن. بله، دفاع حقشونه. دفاع طبیعیه. و دیروز کشتنش، به هلاکت رسوندنش. بله اعلام کردیم. بله. سرگرد ایرج جواهری دیروز در کرمانشاه به هلاکت رسید. بله 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 اعلام کردیم ما. نکنید تا دچار این سرنوشتان نشید. آمین واقعا با فیض خدا. به هر حال سپاسگزار هستم بانو ویکتوریا عزیز از سوئد،
ما در روزهای آتیه خوشحال میشیم در خدمت شما بیشتر باشیم. زنده باشید، من همیشه در خدمت شما سپاس... هستم. سپاسگزارم از تمام تلاش‌های شما. خدا نگهدار یکایک شما باشه. سپاس از مهر شما. شما رو به دستان خدا می‌سپارم. فیض خدا. خداحافظ. 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 با سپاس از هموطنان عزیزمون در سراسر جهان و سپاس از بعد بهروز عزیزم، یاسر عزیزم که لطف کردن امروز دوشنبه هستش. ما معمولا خب دوشنبه برنامه نداریم، همون گونه که عرض کردیم برنامه های ما ویژه تمام ایامی هستش که امروز هموطنان ما معترض هستن به نظام اسلامی. سعی میکنیم هر روز برنامه داشته باشیم. جمعه من نیز در شبکه محبت همین گونه صحبت خواهم کرد، همون گونه که تا به امروز این گونه صحبت کردیم، هرچند تهدید شدیم از ارتش سایبری. اما دو هفته پیش شاپور عزیزم جالب گفتم، گفتن شما دو هفته پیش اعلام کردید، تهدید کردید که ما هشدار، این هشداری رو میدیم به هشدار میدیم به حوزه علمیه، هشدار میدیم به خامنه ای و سپاه، و امروز داریم میبینیم. آماده باشید، اگه با کفش با زبون خوش از کشور ما بیرون نرید، مطمئن باشید که پاورنه باید از ایران پاورنه باید برین و الان وقتشه. آره دیگه باید برم. به هر حال سپاسگزار هستم از تک تک شما هموطنان عزیز. سکوت نکنید عزیزان، سکوت نکنید، بر بام پشتبان ها فریاد بزنید. خدای ما محبت مخالف هر ظلمت. عزیزان گزارش های خودتون رو میتونید برای ما بفرستید که ما بتونیم پخش کنیم. میتونید اعلام کنید که این رو میفرستیم برای شبکه امید جاودان، و این گونه هستش که ما میتونیم صدای شما هموطنان خوبمون باشیم. آزادی کشور عزیزمون ایران بسیار نزدیک هست و از خداوندم میخوام که خداوند مطابق فیضش دست حمایتش با هموطنان عزیز ما باشه و در نام عیسی مسیح با لشکری از فرشتگان از ملت ایران حمایت کنه و این نظام اسلامی رو سرنگون کنه. در نام عیسی مسیح آمین. آمین که با ایمان بپذیرید. فیض خدا با شماها باشه.